اگه نگاهی کوتاهی به احکام صادره در دوره ریاست آقای اژه‌ای بندازیم، شاهد احکام غریبی هستیم. به طور مثال آتش زدن سطح زباله به محاربه و اعدام محسن شکاری منجر شد، یا سعید روستایی فیلمساز باید دوره فیلمسازی رو در صدا و سیمای قم ببینه، بازیگرای مخالف حجاب باید به روانشناس مراجعه کنند و غیره و غیره. حالا این حرفای آقای اژه‌ای نرمش ظاهری هست، اون هم در آستانه سالگرد اعتراضات، یا دلیل دیگه‌ای داره به نظر شما؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. من در ابتدا باید اینو عرض بکنم که آقای اژه‌ای خب پیشینه اطلاعاتی امنیتی داره. ایشون وزیر اطلاعات دولت اول آقای احمدی نژاد بوده و پیشینه اطلاعاتی امنیتی دارن. بنابراین بهترین کاری که ایشون میتونن بکنن در قوه قضاییه این هستش که از این مقام کنارگیری بکنن، استعفا بدن و راه رو باز کنن برای اصلاح واقعی که البته در جمهوری اسلامی غیر ممکنه. اما در خصوص اظهارات ایشون، ببینید اظهارات ایشون دو جنبه داره. یکی جنبه پروپاگاندا است و ایشون میخواد به عنوان رئیس قوه قضاییه و بخشی از حکومت جمهوری اسلامی یک ظاهر نرم، یک ظاهر خوب نشون بده، تبلیغ خوب بکنه در سطح داخلی و بین المللی. و جنبه دیگه این هستش که ایشون داره اعتراف میکنه که مسئله حجاب راه حقوقی و قضایی نداره و قوه قضاییه نمیتونه مسئله حجاب رو حل بکنه. قوه قضاییه با دادن حکمای سنگین تا الان فقط تونسته دادگاه رو شلوغ‌تر بکنه، زندان‌ها رو شلوغ‌تر بکنه و باعث شده که مردم انگیزه بیشتری داشته باشن برای اینکه اعتراض مدنیش رو نسبت به حجاب اجباری داشته باشن. در واقع مسئله حجاب، مسئله آزادی پوشش یکی از حقوق طبیعی انسان هاست که قوه قضاییه یا قانون بعد نمیتونه اون رو حل بکنه. آقای مقیمی، شما اشاره فرمودید به اینکه آقای اژه‌ای داره تلاش میکنه در راستای پروپاگاندا یک چهره نرمی به عنوان رئیس قوه قضاییه نشون بده. دقیقاً 10 روز پیش زمانی که خیلی‌ها داشتن اعتراض میکردن به این حکمای عجیب و غریبی که داره صادر میشه، در جلسه با قضات گفتش که اصلا تحت تاثیر محیط قرار نگیرید، دشمنان میخوان شما رو سرد کنن، بدترین احکام رو بدین. چطور اونجا یادش میره که این ژست آروم رو بگیره به نظر شما؟ ببینید حاکمیت جمهوری اسلامی مبتنی بر عقلانیت و عقل نیست. بنابراین همیشه ما اظهارات ضد و نقیض رو میبینیم و همچنین اعمال ضد و نقیض رو میبینیم. در واقع این بخشی از نوع حاکمیت جمهوری اسلامی است که عملشون با اظهاراتشون یا حتی اظهاراتشون امروز با دیروزشون متفاوت باشه و جای تعجب نیست. بار اول نیست که ما این موارد رو در جمهوری اسلامی هم از قوه قضاییه یا اجراییه یا معننه میبینیم. آقای مقیمی، حالا ما احکام عجیب و غریب رو کم ندیدیم، مثلا همین قضیه سب و نبی، هر کسی رو میگیرن به یک بهانه ساده میتونن اتهام سب و نبی بزنن، تاله اعدام هم کردن با این بهانه. خیلی از مجامع بین المللی هم فقط محکوم کردن یا یه بیانیه صادر کردن. اتفاقی که در حد اکثر افتاد این بود که اومدن فقط تحریم کردن برخی از قضات رو. واقعا چه کار میشه کرد که قوه قضایی ایران رو پاسخگو کنیم و نذاریم که این احکام وحشتناک رو در واقع تصویب کنه و حتی به اجرا بگذاره؟ ببینید در سطح بین المللی متاسفانه ما دادگاه کیفری بین المللی نداریم که الان بتونه به جنایاتی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره بخشش جنایت بزرگ هست رسیدگی کنه، به این دلیل که دیوان بین المللی کیفری اساسنامه‌اش رو جمهوری اسلامی نپذیرفته، همونطور که آمریکا، روسیه و اسرائیل نپذیرفتن، جمهوری اسلامی هم نپذیرفته. و راه دیگه این هستش که شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بده که با وجود روسیه و چین این راه هم غیر ممکن است. بنابراین ما دادگاهی بین المللی نداریم. از بعد سیاسی هم ما می‌بینیم که عرصه سیاست عرصه منافع است و ما میبینیم که الان غرب داره با جمهوری اسلامی معامله میکنه. بنابراین میمونه داخل. داخل فقط این مردم هستن که با گونه های مبتکرانه اعتراض بکنن. البته خب تا جایی که امکان داره اعتراض
باید خشونت پرهیز بشه که مردم آسیب نبینن. من فکر میکنم بهترین راه همین اعتراضات خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی هست که اگر فراگیر باشه جمهوری اسلامی نمیتونه برخورد کنه. و این اظهارات آقای اژه‌ای هم در همین راستاست. آقای اژه‌ای داره به طور ضمنی اقرار میکنه که ما نمیتونیم، یعنی نشان دهنده عجز دادگاه ها و قوه قضاییه است در مورد برخورد مردم، برخورد با مردم معترض در خصوص حجاب اجباری نمیتونن. و این رو واقعا آقای اژه‌ای امروز به طور دیروز به طور ضمنی اقرار کرد.